Bonjour mes amis. Leçon 26. Leçon 26. درس 26. Leçon 26. رو شروع می‌کنیم. سایت ما almanibefarsi.com. به زودی همه درس‌ها رو در این سایت خواهیم گذاشت. خب، درس قبل اینا رو منفی کردیم. می‌خوام در این درس اینا رو سوالی کنم. و یه نکته جد، دو نکته هم بهتون بگم در واقع که مهم هستن. اینم که میدونید چیه اسمش؟ همون خط تیره‌ای که بین این دوتا Le trait d'union. Le trait d'union. صدای U میده. ای هست که قنچه میشه لبا. U. I. U. U. Union. اینم O. N. تو دماغی هست. و این هم شکلایی هست. شکلایی تلفظی هست که باید یاد بگیریم در واقع. فونتیک. خب تو اینم او هست تو پارل تا اینجا میاد گفتیم ایس خونده نمیشه آلمان او فرانسه او یعنی چی؟ یعنی یا فرانسه فرانسه او آلمان او اسپانیول گه و نه صدای نیه میده نیه اسپانیول خب او پس یعنی یا مثلا من خواهم سوال بکنم فرانسوی صحبت میکنی؟ آلمانی صحبت میکنی؟ سوالت داریم میتونم اینجوری بگم تو پارل آلمان؟ تو پارل آلمان؟ روشی که هست میتونیم فعل رو بیاریم اول در این موارد اگر فعل اومد اول باید حواسمون باشه که بینشون یه خط فاصله اینجوری بیفته در واقع خط تیره هست اینه Le trait d'union Le trait d'union اول جمله هم بزرگ می‌نویسم پیشو parle tu آلمان آلمانی صحبت می‌کنی جواب ممکنه باشه oui je parle آلمان je parle très bien آلمان très bien très ایش اینجوری هست بچه ها accent grave داره E accent grave و این اسم خونده نمیشه تره یکم دهن باز میشه این شکل هست در واقع و bien می نویسم en در واقع باید آیه تو دماغی باشه ولی آخر کلمه میشه آیه تو دماغی très bien oui je parle très bien allemand مثلا allemand allemand ou français ou اسپانیول او ژاپنی او شینوا خب یه حالت دیگه هم که میدونید با اسکه چیه بچه ها مثلا سو ای که این چون به او خط شده و بعدی هم به او خط شده یعنی هست در واقع یعنی هست به خاطر همین این سو در حالت عادی میاد اینجا آپاستروف میگیره سه ببینید اینم صدای ای دهنبازی یکم دهن باز میشه اصلا همجوری خودمون میتونیم اینو بفهمیم که ای نیست ای سه ببینید سه خودش خود به خود انجام میشه بنابراین این در واقع اینه و این در واقع استی خونده اس و تی خونده نمیشن تا اینجا میاد پس این آپاستروفه برای چی بوده؟ سه و چون دو تا حرف صدا داره او و او کنار هم اومدن اولی خودش رو تبدیل میکنه به آپاستروف س ولی من اگه بخوام حالا س اس که یعنی هست که از نظر لغوی هست که اینجور هست که مثلا اینجوری میتونیم بگیم ولی اگه من بخوام همینو سوالی کنم باید فعل رو بیارم اول فعل اینه هست س یه نوع ضمیره مثلا پس اگه بخوام فعل رو بیارم اول واسه سوالی کردن همین که معنی آیا بشه میبینید که یه خط فاصله تیره نیاز داریم یه لو لو تری دونیون اینو نیاز داریم که یعنی آیا اسکه وقتی این اسکه اومد اول دیگه ما یه بار فعل آوردیم اول واسه سوال کردن بچه‌ها میبینید دیگه بعد از این جمله حالت خبری داره یعنی من دیگه فاعل اول میارم فعل دوم تموم شد میبینید دلیلش هم اینه که چون این خط میبینید خط تیره اومده یه بار دیگه من نمیام دوباره پارل رو بیارم بعدش
پارلو بیارم بعدش، بعد تو رو بیارم. نه. Est-ce que tu parles allemand? Est-ce que tu parles allemand? آیا آلمانی صحبت میکنی؟ Oui, je parle très bien allemand. یا اینکه pas très bien. Pas très bien. Pas bien. Pas خیلی خوب نه. Pas. اون چیزی که منفی میکنه در واقع پا هست. گفتیم نه سیگنال هست. خب پا بیا. پا تری بیا. اسکه همینو اسکه که ترکیب خیلی مهم است. اولش هم باید من در واقع بزرگ بنویسم اول جمله است. پس اگر این فعل اومده بعدش فاعل اومده. اگر فاعل اول بیاد بعد فعل بیاد میبینید که دوتا ا داریم. در واقع دوتا ا داریم که این خودش تبدیل میکنه به آپاستروف. اگر نخواهیم سوالی بپرسیم، مثلا بخوام بگم سه بو، مثلا خوبه سه بو، این معنی حس میده سه بو خوب است، همچی چیزی. سه کلیر، سه بو، سه سوپر، عالیه. مثلا با سه خیلی چیزها رو میگن، راحت هم هست در واقع. پس معنی حس میده در واقع، که در اینجا ببینیم که بخوام اینو سوالی کنیم، parlez-vous espagnol est-ce que vous parlez espagnol، پس است که رو بذارم در واقع کار حل. est-ce que vous parlez، به همین ترتیب اینجا میتونم است که بذارم، میتونم فعل بیارم اول. parlons-nous، حالا با ما نمیگن، آیا ما یا انگلیسی صحبت میکنیم، همچی کسی هم چیزی سوالی نمیکنه. معمولا با وو داریم، با تو داریم و الم داریم. بله با ال و ایلم داریم. ال و ایل مهمه که بدونید وقتی که من اسکو رو بذارم اینجا میبینید که به ا ختم شده و الم به ا ختم شده، بنابراین این خودش رو تبدیل میکنه، میاد حذف میشه و یه آپاستروف میگیره. این مهمه، هر موقع دو تا حرف صدادار به هم برخورد کردن اولی خودش رو تبدیل می‌کنه به آپاستروف. می‌بینید اینجا همینجور شد. به همین ترتیب اینجا رو من اگر اسکو بذارم، حرف صدادار ای ما داریم و او خودش رو تبدیل می‌کنه به آپاستروف. اسکیل پارل شینوا سوالی میشه. اسکیل پارل ژاپنی؟ Est-ce qu'il parle chinois? Est-ce qu'elle parle japonais? Est-ce qu'il parle chinois? و یکی دیگه از حالتهایی که گفتیم واسه سوالی کردن هست، برای ایل و ال درس قبلم یه توضیح مختصر دادم واسش، که حواستون باشه که اگر من فعل رو بخوام بیارم اول اینجا، در اینجا بخوام فعل رو بیارم اول، فعل میبینید که با اینکه این ا او خونده نمیشه و این معنی پارل میده، ولی تو نوشتار از نظر نوشتار وجود داره، درسته؟ ولی ما نمیتونیم دو تا از نظر نوشتار، یک یه دونه دو تا داشته باشیم اینجا. بنابراین چون سوالی شده گفتیم باید فعل اومده اول باید یه خط تیرم حتما باشه، بنابراین این نمیتونه خودش رو تبدیل کنه به آپاستروف اینجوری، چون جزء فعله. خط تیرم هست، تموم شد. بنابراین ولی با این حال این او و ا رو، او رو کنار هم میبینید، یه ت میذاریم اولش بینشون که این بشه تلفظش کرد در واقع. به همین ترتیب اینجا من اگر اینو بردارم بخوام بیارم سوالی کنم این جمله رو بیارم اول، وقتی میخوام سوالی کنم حتما یه دونه خط تیره بین این میذارم، ولی چون اینجا او دارم و اینجا ای دارم، بین اینا باز یه خط تیره دیگه ت و خط تیره میان، که این به این ت میگن ت اوفونیک، حالا اوفونیک اگر نظر گرامری بخواید بررسی کنید. تئوفونیک او، ببینید او، او صدای این او رو داد، اوی مثل دو. دقت کنید ما دو نوع او توی فرانسوی داریم. ببینید او، اوی باز خیلی کوتاه است، اوی بسته هم داریم که مثلا آب ای آ او صدای او آ او صدای او میده، او او. بعضی از او هم همینجوری صدای او میدن، ولی این او صدای ا میده، ا ا.
مثلا ما تصور کنیم توی فارسی بگید اردک، اردک، ببینید لبا قشنگ بس گرد میشه، بهش میگن او بسته، اردک، گرد لبا. ولی من بگم مثلا گفتم، اون او تو گفتم میشه چی؟ گفتم. گفتم نمیگم که دقیق خیلی ببندم، خیلی لبامو گرد کنم. اردک، گرد گرد، گفتم گا. ببین همین هم تقریبا مثل همونه. او این که اینو که میدونید مثل او هست. او او ف ف ف فو، او نمیگم فو، میگم ف نیک. پس این اوی دهن مثل گفتم باشه، به این شکل نشونش میدن بچه ها. به همین طریق توی ژاپنی ژ پ پ پ ن، این پونه نیست، ژا پو او نداره، میبینید. به همین طریق توی اکل، اکل یعنی مدرسه، ا کل، این هم صدای همین او رو میده، این اوش اینجوریه، اینجوری نیست در واقع از نظر نوشتاری، اگه بخوای توی تلفظ ببینید اینجوریه، اینجوری نیست. این اوی مثل اوی او بسته است، اوی گرده، مثل گفتم او، او یعنی آب. خب پس اینم دقت کنیم. این البته اینو خود به خود به نظر من میتونید بگید، یعنی نیاز نیست که خیلی فکر کنید راجع بهش، بین زبون و سقف دهان و زبون ایجاد میشه صداش، وسط زبون و سقف، وسط سقف دهان، یه حالت، یه ذره انگار هوا میخوره بین اون دوتا. خب فرق او و او هم که میدونید که این راحت تر از اینه تلفظش. پس ت او فنیک رو هم یاد گرفتید که چرا اومد بینه، فقط واسه سوم شخص میاد بچه ها. ولی اینجا بخوام انجام بدم بیارم اول، میبینید که اینا به ت خط شده، این به حرف صدادار خط نشده. ببینید بخوام سوالی کنم به این حالت، حالا با اسکو نخوام بگم، اینجوری بخوام بگم، ببینید این ت داره، اینجا ا داره، اینجا او داره، میبینید. بنابراین ت نیاز نیست، فقط واسه این دوتا نیاز هست. و بعضی مواقع اگر سوم شخص که ال و ایل باشه، حالا به ا خط نشده باشه، ممکنه به د خط شده باشه. بعضی جاها یه فعلای هست که اینا به د خط میشن یا به ت خط میشن، در این موارد که این ت هم نیاز نیست دیگه، چون اینجا د هست آخر این صرف این فعل یا ت هست دیگه، نیاز نیست که ت اضافه بیاد، چون دوتا حرف صدادار در واقع به هم برخورد نمی کنن. در این موارد، مواردی که به او ا ختم میشن، چون به در واقع به ا ختم میشه، معمولا برخورد صورت میگیره وقتی بخوایم بیاریم اول. و میتونید از اسکیو هم استفاده کنید، اصلا اول نیارید، یا میتونید اصلا لحنتون رو عوض کنید. خب اینجا دقت کنید، اگر اسکیو بخواید بیارید، چون او و ایل کنار هم میان، که آپاستروف میگیره. اپو ان پو ان پو ان پو یعنی چی؟ یعنی مقیه کم. این او او هست، به نظرتون کدوم صدا هست اینجا؟ الان دیگه میتونید بفهمید. آفرین، اینه، همین این اولی، اینم هست او او. پس فرق اوی بسته و اوی باز رو هم بهتون گفتم. Parles-tu allemand? Est-ce que tu parles allemand? Oui, très bien. Est-ce que vous parlez espagnol? Est-ce qu'elle parle japonais? Est-ce qu'il parle chinois? Parle-t-elle japonais? Parle-t-il chinois? Parle-t-elle français? Est-ce qu'il parle allemand? Parle-t-elle français? اینجا هم دقت کردین، پارل تل، ببینید ت یه حالتی چسبید به این، یعنی با اینکه اینا ال بیاد اول، پارل ان ت خونده نمیشه، ولی وقتی برعکس میشه ببینید پارل تل. یه بار دیگه گوش کنید، پارل تل، یه نوع یه صدایی از ت اینجا ایجاد شد در واقع، که اینا رو بهشون میگن لیزون، میچسبه به کلمه بعدش. خب اینم از این درس. شما میتونید خواه یه با این فعل
دو تا چیز بنویسید. دوستان که میخوایدم به سایتمون کمک کنید که درس ها بیشتر بشن با کیفیت بهتر ارائه بدیم، به وبسایت خودتون almanifarsi.com سر بزنید و تا در کنار هم جلو بریم. تا درس بعد. Au revoir.